این برنامه شامل تصاویری است که برای افراد زیر 16 سال مناسب نمی باشد. How about we just go kill some Rick? Nice pep talk. Ha, damn. Here we go. Watch out! بازی Back 4 Blood که در رویداد The Game Awards 2020 توسط استودیوی ترتل راک با یه تریلر گیم پلی به نمایش در اومد، امروز با نسخه آلفا زودتر از موعد منتشر شده تا طرفداراش رو غافلگیر کنه. البته که هدف اصلی نسخه‌های زودهنگام همیشه دریافت بازخورد گیمرها برای رفع باگ و پولیش بیشتره. یادی کنیم از سلطان باگ، سایبر باگ 2020. In 2077, what makes someone a criminal? Yeah. Because before they put a bullet in you, you'll make this whole city burn. Night City, you can become anyone, anything. Your body can pay the price. So seize the day, then set it on fire. نسخه اصلی بازی Back 4 Blood که یه بازی تیراندازی چند نفر است، 8 کاراکتر داره، اما در نسخه آلفا شما به 4 تا از اونها دسترسی دارید. این 4 نفر در مأموریت بخش آلفای بازی فقط روی منطقه ایونزبورگ با حجم زیادی از The Raiden ها درگیر میشند. دشمنان اونها که به شکل زامبی هستند. نسخه آلفای محدود Back 4 Blood از امروز شروع شده و شما فقط تا تاریخ 1 دی فرصت تجربه شو دارید. اما نسخه اصلی بازی قراره در تاریخ 1 تیر ماه سال آینده برای کاربران PS4, Xbox One, PC و البته کنسول‌های نسل 9 عرضه بشه. Damn.
hoodie. A little club soda will take that right out. Watch out! با نمایش این تریلر، ویرجیل به بازی دیویل می کرای 5 اضافه شد. توی این ویدیو می‌بینین که این کاراکتر چطوری از سلاح‌های مختلف استفاده می‌کنه. احتمالاً میدونید که ویرجیل قرار بود که فقط در اختیار کاربرای نسل نهمی نسخه اسپشیال ادیشن بازی باشه، اما حالا با این DLC جدید کاربرای PS4، Xbox One و PC هم میتونن ویرجیل رو انتخاب کنن و اشک شیطان رو در بیارند. قیمت این DLC $4.99 و از همین الان هم میتونید تهیه‌اش کنید. تیم سازنده بازی هود آوتلاوز اند لیجندز با نزدیک شدن به زمان انتشار بازی اطلاعات مختلفی از جمله فهرست کامل اچیومنت های بازی رو در اختیار گیمرهای علاقمند به این عنوان قرار داده. اگه پیگیر این بازی هستین با کوچکترین جستجویی در گوگل میتونید به این اطلاعات دسترسی داشته باشید. ویدئویی هم که میبینید آخرین تریلر گیم پلی منتشر شده از بازیه که شب زنده‌دارها اونو توی مراسم گیم اوارز 2020 هم دیدن. هود آوتلاوز اند لیجندز یه بازی چند نفر است که در اون 4 گیمر در قالب 2 تیم در دوران رابین هود سعی میکنن زودتر از تیم رقیب دشمنانشون رو شکست بدن و به گنجینه های حاکم منطقه برسند. این ساخته جدید استودیوی سومو دیجیتال قرار اوایل سال میلادی آینده برای کنسول های نسل نهم، PS4 و Xbox One عرضه بشه اگه تأخیر نخوره. اینم از تریلر سینمایی بازی. We are the forest shadows. Ghosts. Running silently between the straight, cold lines of a corrupt state. Quieting down, don't shed a tear. They count, ration, manipulate. There's a wolf in the night and he's talking to me. They've taken everything from those they claim to protect. When the statesmen ravage and burn authority and steel will not stop us. We aren't an invading army. We are wraiths. We bypass defenses and strike at the heart. The ghost of the forest, the wraiths of the night. He won't pick twice, he'll be by your side. The stag runs heavy, it's the archer's eye. We take back what was stolen. And the people call us heroes. From the day of night. To others, we are rivals. We are all outlaws.
Productions. When Hutzpo flies from the day. Monster Hunter Rise عنوان بازیه که این روزها کپکام داره مدام در مورد انتشارش روی نینتندو سویچ اطلاعات میده و اخیراً هم دو تریلر از این بازی رو برای نشون دادن مبارزات و مهارت‌های مبارزه اون منتشر کرده. ویدئویی که تماشا می‌کنید یکی از اون دو تریلر با نام لنسه. این بازی همونطور که گفتم قراره برای نینتندو سویچ عرضه بشه. تاریخ عرضه مانستر هانتر رایز 6 فروردین ماه اعلام شده، اما میتونید نسخه آزمایشی اون رو اوایل سال 2021 میلادی تجربه کنید. ویدئوی بعدی هم دومین تریلر منتشر شده از بازی مانستر هانتر رایز که لانگ سورد نام داره. Continues to haunt me, old friend. It always starts with a journey to a distant land. There I find a city in flames, streets choked with corpses, unthinkable destruction. I witness senseless slaughter, brother against brother, pure hatred. And then executions, agony, suffering surrounded me until my turn comes. They burn my eyes, break my bones. I awaken in terror. There's no one left to stand against them. جو شری، طراح ارشد بازی مورد انتظار دیابلو 4، اخیراً اطلاعات جدیدی از این بازی رو از طرف شرکت بلیزارد منتشر کرده، شامل درخت مهارت و سیستم پیشرفت. او گفته که ما هم مثل شما می‌خوایم انتخاب‌های حین بازی مهم باشن و شخصیت‌ها حس متفاوتی رو نسبت به هم القا کنند. دوست داریم بازیکن‌ها رو تشویق کنیم که در شروع بازی مهارت‌های مختلف رو تجربه کنند و ساختار درستش رو پیدا کنند. بنابراین مهارت‌های ریسپک نامحدودند. او همچنین گفت که کلاس‌های خاص از آمار کلیدی استفاده می‌کنند. مثلا در کلاس بربریان قابلیت ویل پاور خشم رو زیاد می‌کنه و شانس افزایش مهارت رو هم بالا می‌بره. شرکت بلیزارد همچنین اطلاعاتی رو هم در مورد کیفیت آیتم‌ها و پیوست‌های افسانه‌ای و منحصر به فرد اون منتشر کرده. تاریخ انتشار این بازی نامشخصه، اما انتظار میره که در ماه فوریه 2021 و در رویداد بعدی بلیزکان جزئیات بیشتری از دیابلو 4 منتشر بشه. در سال 2019 یه بازی اکشن تیراندازی به عنوان دی هانگ کانگ مسکر برای کامپیوتر و پلی‌استیشن 4 عرضه شد که با گیم پلی جذابش خیلی زود مورد توجه کاربرای این پلتفرم‌ها قرار گرفت.
از نکات جذاب بازی اول زاویه دید گیمره و بعد همین که او هر وقت اراده کنه میتونه جریان بازی رو کند کنه، به این معنی که صحنه رو آهسته کنه تا شلیک دقیق تری داشته باشه، چیزی شبیه مکس پین. در این گیم شما نقش یک کاراکتر قدرتمند رو بازی می‌کنید که در کشور هنگ کنگ ماجراجویی می‌کنه. همه چیز در این بازی به سرعت اتفاق می‌افته و شاید یکی از دلایل موفقیتش هم همین باشه. استودیوی آنتل تیلز چند روز قبل از انتشار نسخه نینتندو سویچ بازی خبر داده بود و بالاخره دو روز پیش هم تاریخ دقیقش رو با انتشار یک تریلر مشخص کرد. البته نه این ویدیویی که می‌بینید. دی هانگ کانگ ماسیکر در تاریخ ششم دیماه 99 قراره با برچسب قیمت حدوداً 20 دلاری در اختیار کار برای نینتندو سویچ قرار بگیره. حالا بریم تریلر معرفی این بازی رو برای این کنسول ببینیم. و اگه مراسم گیم آوارز پروپیمون امسال جایزه بزرگترین غافلگیری رو داشت، حتما به بازی آرک 2 تعلق می‌گرفت. در بین خواب و بیداریمون تریلر سینمایی نسخه دوم بازی آرک با نقش آفرینی وین دیزل غافلگیرمون کرد. فقط همین، یه سکانس از بازی بدون هیچ توضیح. البته ایکس باکس در یه پست خبری مدعی شده که هیچی هم نبوده و این تریلر که از روی موتور بازی‌سازی ضبط شده بوده، یه سری از ویژگی‌های بازی رو نمایش می‌داد. بازی که دو روز پیش از طرف ایکس باکس منتشر شد، اطلاعات جدید دیگه ای هم از این بازی ارائه داد. مثلا اینکه وین دیزل از چیزی که فکر میکنیم به این بازی نزدیکتره. یعنی ایشون از طرفدارای پروپا قرص آرک و نسخه اولش رو بیش از 1000 ساعت بازی کرده. به علاوه مشخص شد که این شخصیت محبوب سینمای اکشن تهیه کننده اجرایی نسخه دوم آرک هم هست. اما مطلب مهمتر اینه که آرک 2 یه عنوان انحصاری برای مایکروسافت و قرار سال 2022 برای دو کنسول نسل نهم این شرکت و البته کار برای همیشه خوشحال PC منتشر بشه. و در اینجا وقت برنامه‌مون به پایان میرسه. امیدوارم از دیدن این برنامه لذت برده باشید. تا برنامه بعدی و گیم کده ای دیگر، وقتتون بخیر و بدرود. Come on.